مرض کرونا. با آمدن مرض کرونا همه ما دست پاچه شدیم که مرض کرونا آمده، اما غافل از این هستیم که سال هاست که به کرونا مبتلا هستیم. من نمونه های را بسار میزنم و شما مطمئن هستم با من موافق هستیم. کشتارهای مضمونای انسان های بیگناه نوی از کرونا هست. اعتیاد به مواد مخدر نوی از کرونا هست. رشوت، بد اخلاقی نوی از کرونا هست. تعصب و قمگرایی، رهبر پرستی نوی از کرونا هست. گسترش فساد اخلاقی در جامعه نوی از کرونا هست که به آن ما مبتلا هستیم. تجاوز برای اطفال بیگنان نوی از کرونا هست. بردگی و مزدور شدن غرب و بیگانه نوی از کرونا هست که ما با اون مبتلا هستیم اما خود ما نمیدانیم. عدم تعامل نیک با عزیزان خود که نداریم، این نوی از کرونا هست که ما مبتلا هستیم اما نمیدانیم که به این مرض مبتلا هستیم. بی سوادی و جهل، نادانی نوی از کرونا هست که سوالها به این مواجه هستیم. مستعمره شدن زیر فرهنگ بیگانه نوی از کرونا هست که ما با او مواجه هستیم. تهاجم فکری و فرهنگی غربی ها نوی از کرونا هست که ما با آن مواجه هستیم. دروغ، اختطاف، چپاولگری، آزار و اذیت بر دیگران نوی از کرونا هست که ما سالها مبتلا هستیم. راهزنی، قتل های ناحق نوی از کرونا هست که ما مبتلا هستیم. رهبر پرستی، سمت پرستی، قوم پرستی، زبان پرستی نوی از کرونا هست که ما سالها به او مبتلا هستیم اما نمی خواهیم که از این کرونا خود را نجات بدهیم. بیشتر کاری که کرونا با ما خواهد کرد همین است که این جسم من و تو را اگر اراده پروردگار باشد به زیر زمین خواهد کرد. اما این موردی را که من یادآور شدم که سالهاست به این مبتلا هستیم، بدانین که یک ضربه خیلی بزرگ، یک ویروس خیلی خطرناک است که این فرهنگ و کشور، اقتصاد، نظام همه روز برباد میکند که این ویروس در وجود تک تک از بالخصوص مردم افغانستان، نه همه، بعضی در وجودشان این ویروس وجود دارن که در فکری نیستن کی نوا ویروس را از وجود خود دور بکنن. و من میدانم که راه حل و واکسین این کرونا میدانین چی است. با والله قسم که راه و واکسین این کرونا فقط قرآن و صنعت است که به او عمل بکنیم. این واکسینش است. در غیر از این را بدانیم که این کرونایی که آمده بیشتر کاری کنه جان من و تو را بگیرد، اما این کرونایی که در وجود هر یک من و تو است، این خطرناکتر از این ویروسی است که آمده و شاید مدت گم شود. اما این ویروسی که در وجود من و تو است، قرن به قرن، فکر به فکر، شاید که این ویروس تزریق شود در فکر افکار دیگران و این خطرناکتر از این کرونایی است که امروز مردم از اون ترس دارند. چه زیبا هست که بالخصوص عده جوانان این ذهنی را که ویروس کرونا گرفته پاک بسازن، پاک کنین با واکسین قرآن و سنت و با جمع شدن یک دیگر که دست را به دست هم بدهیم ملک، کشور و نظام خود را بسازیم. الله سبحانه و تعالی میگه و عدسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، بر اسمان الله چنگ بزنین و از هم متفرق نشین. در اون صورت پیروزی من و تو هست. پس بیایم که این واکسینی که ضد کرونا هست را در وجود و در فکر همه اون تزریق بکنیم تا باشد که خیر دنیا آخرت من و شما شود انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.